الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع درباره آن که غلام و کنیزی خود را بنده من و کنیزی من نگوید حکم گفتن بنده من یا کنیزی من یکم به خودش اضافه کند که آن دو صورت دارد دوم به سوی غیرش اضافه کند مثل که گوید بنده فلان یا کنیز فلان پس این جایز است و اینچنین به صیغه خبر باشد مثل قولی بنده ام را تعام دادم یا بنده ام را آزاد کردم و در این تفصیل است دوم به صیغه ندا باشد مثل قولی ای بنده من از این نهی شده است هرگاه آن را در غایبی بنده یا کنیزدن گوید پس اون جایز است و این چنین هرگاه آن را در حاضر بودن بنده یا کنیزدن گوید نگاه میکنیم آیا بر آن به بنده یا به مولا فساد ترتیب می‌یابد اگر فساد یافته باشد من کرده می‌شود وگرنه آن جایز است دلیل یکم در صحیح از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یگان کسی شما نگوید برای پروردگارت غذا بیار یا آبی وضو آماده کن بلکه بگوید سرور همچنین غلامان و کنیزان خود را به کلمه عبد و عمه فریاد نکنید بلکه بگوید جوان پسر جوان دختر و غلام من یگان کسی شما نگوید برای پروردگارت غذا بیار یا آبی وضو آماده کن یعنی زیرا در آن در جانبی ربوبیت گذاشتن است ولیکن سرور بگوید این خطاب برای بنده است و برای وجوبیت نیست و البته برای ارشاد مباح است زیرا عالمان گفتند هرگاه امر در مقابل چیزی من شده بیاید برای مباحی میگردد و از جمله آن فرموده الله سبحانه و تعالی که فرمود هرگاه از احرام بیرون آمدید پس شکر کنید و فرمود که و یگان کسی شما نگوید یعنی من کردن یا برای حرام بودن یا برای کراهیت است و تا وهم برده نشود که آن بندگان است که نمی باشد مگر برای الله سبحانه و تعالی بنده من یعنی برای غلام و کنیز من یعنی برای جوری زن فرمودن که بگوید جوان پسر جوان دختر و غلام من این خطاب برای مولا است و در حدیث آمده است که شریعت هرگاه برای حرام را محکم کند دری جایز بدنش را میکشوید و در این تنبیه برای تحقیق توحید است حتی در لفظها اکنون مسئله های این موضوع یکم نهی از گفتن بنده من و کنیز من دوم غلام به صاحبش نگوید پروردگار یا ارباب من و برای غلام گفته نشود به ارباب غذا بده سوم صاحبان به غلام خود بگوید پسر من دختر من و غلام من چهارم غلامان به صاحبان خود بگویند سرور من پنجم مراد مقصد را آگاه نمودن و از آن هم رعایه کردن توحید است حتی در لفظ ها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته